درآمدش اینقدر و اینا از اون دو نبشای اوشن ویو. بعد هم بهش گفتم که what is good to have ocean view when you die. گفت نه برای اونایی که میان میشینن بالا سرتون. گفتم I don't have anybody to go on. بنابراین talk about the cheapest. حالا بنابراین ما برگردیم. ما تا روزی هم که زنده ایم قبل دو نبش هم میخوایم. از بقالی های دریانی تهران همیشه دو نبش بود. اینجا هم اوشن بود. دوباره این خواهیم رفت. عیب هم نداره. احساس گناه هم نباید بکنیم. اما چیزی که به ضررمون تموم میشه قسمت نیازهای طبیعی رو نگلکت کردنه. اونجاست که ما احتیاج داریم خودمون رو بیدار نگه داریم. نیازهای طبیعی چی بود؟ نیازهای پایه برآورده بشه مثل غذا به میزانی که هر بدن لازم داره، امنیت، غذا و سکس، چیزهای پایه و امنیت، داشتن شلتر و امنیت، اونجایی که you can call it home و توش وقتی میری حس میکنی که it belongs to you. بعد از اون احتیاج به گروه و احتیاج به جمعی داری که خودت رو در اونا ببینی و اونها خودشون رو در تو ببینن و احساس تعلق کنی. و اون نیاز تریتوریالت که من به این تعلق دارم، به این فرهنگ، به این حوزه فرهنگی، به این حوزه نژادی، به این حوزه متعلقم. البته این نیاز رو مولانا میگه در انسان فرافرهنگی کم کم از بین میره و شما جهانی میشی. ولی حالا ما داریم راجع به خودمون حرف میزنیم. بعد از اون احتیاج داریم که به اصطلاح بعد از احساس تعلق احتیاج داریم که دوست داشته بشیم و دوستمون بدارن. بسیار 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 مهم. دوست داشته بشیم و دوستمون بدارن. بعد از اون احتیاج داریم تا روزی که زنده ایم رشد کنیم. حالا وقتی از رشد حرف میزنم تا روزی که زنده ایم رشد کنیم، وقتی از رشد حرف میزنم، ما باید رشد رو معنا کنیم. رشد بدنی ما ماکسیموم تا 21 سالگی متوقف میشه. درسته؟ بنابراین ما از رشد فیزیکی داریم دیگه صحبت نمیکنیم. پیری به معنای علمی امروزیش از 30 سالگی آغاز میشه. بله؟ از 30 سالگی پیری آغاز میشه. انتای ایجینگ الان 30 سالگی رو سنی قرار میدن که باید بر ضد پیری یا قانون به اصطلاح میرایی سلولی اقدام کن. بنابراین ما از رشد وقتی حرف میزنیم میگیم انسان تا زنده است باید رشد کنه. رشد فیزیکال که تکلیفش تا 22 سالگی روشن میشه. پس ما باید بریم سراغ رشد عقلی. رشد عقلی باز دوباره پیکش رشد عقلی، پیکش خرد رو نمیدیم، cognitive ability. cognitive ability پیکش تا 30 سالگی. بعد از اون wisdom اضافه میشه، تجربه و wisdom اضافه میشه. ولی قدرت یادگیری و قدرت تیزی و فلبداه بودن، شما الان یه چیزی رو به من میگی با اون بچه های 5 ساله میبینی که اونا چجوری میگیرن، من چجوری میگیرم. بنابراین این رشد هم آستانه ای داره. علتش هم که ویزدم بالا میره اینه که سلول های ساق مغز که تا زمانی که ما زنده هستیم هنوز هی سلول سازی میکنه، این سلول ها به بخش کورتکس و پریفرانتال کورتکس میرن مستقیما. در نتیجه ما به اصطلاح خردمون، ویزدممون بیشتر میشه، چون این سلول های مچوره. سلول های مچوره، سلول هایی نیستن که 0 کیلومتر وارد مجموعه مغزی میشن. بنابراین اینم که اونجا متوقفه. پس اگر ما داریم از رشد صحبت میکنیم، یک رشد بیشتر باقی نمیمونه. روانی، دو رشد بیشتر باقی نمیمونه. رشد روانی و رشد اسپریچوال یا معنوی. این دوتا. رشدی که تا پایان عمر همراه ماست، این دوتا رشد. به همین دلیل که مولانا میگه تا جنینی
میگه سفتی و سختی همه از خامی است. اسمی به خام دندون میزنی، دندونت میشکنه، مزدم نداره، دهنت هم جمع میشه. سفتی و سختی همه از خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. یعنی شما یه آدم 50 ساله رو وقتی ببینی یکی با یکی اختلافش میشه، میخواد شکمون رو پاره کنه، بلا فاصله میتونی بگی سن روانیش تو تینیچوری ماکسیمومش. لذا اون نرمی، اون انعطاف پذیری جز ویزدمه که تا پایان عمر بالا میره. بعدم spiritual growth یا رشد اخلاقی یا رشد، حالا کسانی که به اصطلاح دیندار هستن، رشد در دین و فلسفه دینیشون، اون قسمت تا پایان عمر ادامه داره. بنابراین ما وقتی که میگیم انسان تا پایان عمر احتیاج به سلف اکچوالیزیشن و رشد و گروت داره، داریم میگیم که این دو قسمت رشد تا پایان عمر همراه ماست. حالا هر دو تا قسمت رشد، چه اسپریچوال و چه سایکولوژیکال گروت، هر دوتای اینا به یک اصل بستگی داره. هر دوتای اینا به یک اصل بستگی داره. در عرفان بهش میگن مراقبه و بیداری، گرجیوف بهش میگه کانشسنس، روانشناسی انسانگرا بهش میگه اویرنس، مکاتب اسپریچوال دیگه بهش میگن سلف ریالیزیشن. ولی همه اینا یعنی ما دائم بر خودمون و اعمال خودمون یه نظارت از بیرون به درون داشته باشیم. یعنی به جایی که بخواد چشم بقیه رو بگیرن که کج کلگی های ما رو نبینن، چشم خودمون رو باز کنیم که بهتر ببینیم، ریگاردلس از اینکه بقیه ببینن یا نبینن، میخوام ببینن، میخوام نبینن. حالا چه چیزی چشم ما رو برای این بیدارمانی و برای این مراقبه ضعیف میکنه؟ چه چیزی چشم ما رو ضعیف میکنه؟ این سوال رو فوری جواب ندیم، بعد از اینکه از زنگ تفریح برگشتیم جواب بدیم. چه چیزی چشم بیداری، بیداردلی، کانشسنس، آگاه بودی و مراقبه رو در ما ضعیف میکنه؟ دو تا سوال جواب میدیم، بریم شما بفرمایید بعد.